قیمت دلار چگونه سقوط کرده؟ قیمت دلار در ماه اپریل سال 2021، یعنی 4 ماه قبل از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، در حدود 78 افغانی فی دلار آمریکایی بود. این در زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، یعنی در 15 آگست سال 2021، قیمت از این رسید به 88 دلار 88 افغانی در برابر 1 دلار آمریکایی. و این همچنان بالا رفت در اول دسامبر 2021، این به حدود 98 افغانی فی دلار آمریکایی صعود کرد. این بلندترین نرخی را که دلار در برابر افغانی از مایز شد، این همی قیمت است. یعنی در دسامبر 2021 که در حدود 98 افغانی فی دلار آمریکایی رسیده بود. بعد از این دلار شروع میکنه به سیل نزولی، بخصوص در اول فوریه 2022 ای به 82 افغانی فی دلار میرسه و ای را تا یکی دو ماه دیگه حفظ میکنه، باز بالا میره در سطح 87-88 افغانی فی دلار. و بعد از این یک مدت بسیار طولانی دلار امریکایی در مقابل افغانی به صورت ثابت باقی میمانه، یعنی در حدود 90 افغانی 88 افغانی، در می حدود فی دلار ای ثابت میمانه تا اول اپریل سال 2023، یعنی اول اپریل همین سال ایسوی. و بعد از این شروع میکنه به نزول، این پایین میشه به حدود 87 افغانی فی دلار و ادامه پیدا میکنه تا ماه اول آگست همین سال، این به می حدود میمونه. و در اول سپتامبر این سقوط میکنه دفعتن به 75 افغانی فی دلار میکنه و این با یک ادامه پیدا میکنه به می سطح تا اول ماه اکتبر همین سال و بازی سقوط میکنه به حدی که در اول نوامبر 2023 ای به قیمت 70 افغانی فی دلار تبادله میشه. و امی چند روز پیش در تاریخ 15 نوامبر 2023 نرخ دلار در برابر افغانی زیادتر پایین افتاد و ای از 70 پایین شد، حتی تا 66 افغانی هم تبادله شد. خب امی سقوط دلار است که سر و صدا های زیادی را ایجاد کرده، نه تنها دلار بلکه تمام اسعار منطقوی و بین المللی در مقابل افغانی سقوط کرده، افغانی بالا رفته. خب دلایل از این چیست؟ چرا دلار به این شکلش سقوط کرد؟ همین ارقام را که من خدمت شما عرض کردم کلش از منبعش سرای شاهزاده است که توسط رسانه های مختلف گزارش شده و ما یار جمع کردیم، از رسانه های مختلف از این ارقام گرفتیم و به این متعدل ساختیم، متعدل شکل و متعدل مال ساختیم که قابل مقایسه باشه. خب مصاحبه های مختلف را انجام دادن یک تعداد خبرنگارا با یک تعداد متصدیان امور، کسایی که در سرای شاهزاده در منیجمنتش در اداره زود دخیل هستند. از جمله علل را که گفته میشه، چند علل مشخص شده
یکی که میگن که در ولایات جنوبی افغانستان مثلا خوست و پکتیا و پکتیکا، قندهار، هلمند، همچنان ننگرهار اکثرا کلدار پاکستانی یا روپی پاکستانی تبادل میشد، معامله میشد در بازار، بایش یک سیر قابل قبول برای مردم و دکاندارا بود که از امور استفاده میکرد. یک چند وقت میشه، یک دو سه ماه است که حاکمیت طالبا بالای امیر ملک استفاده از روپی پاکستانی را برای خرید و فروش در این مناطق منع کرده در سراسر افغانستان، و در اصل از این تقاضا به افغانی بالا رفته و این سبب هم شده که نرخ کلدار پاکستانی بسیار به زمین بفته. حتی دمی درست پیش یک دلار امریکایی مدل 320 روپی پاکستانی بود، ای از 240 یا 220 پایین افتاد به 320 روپی پاکستانی در مقابل یک دلار. از یک طرف قیمت روپی پاکستانی پایین افتاد در برابر دلار، از یک طرف قیمت افغانی بالا میره در برابر دلار امریکایی. البته این امر برای پاکستان مشکلات زیادی را ایجاد میکنه، برای اینکه پاکستان برای خرید، برای واردات خود، تمویل واردات خود به دلار امریکایی ضرورت داره، و این ارزش روپی پاکستانی که پایین میشه طبعا قدرت خرید دولت و مردم پاکستان کم میشه در برابر دلار امریکایی. کیست ای در موضوع پرداخت تکتانه های قرضه های پاکستانی و همچنین اصل قرضه هایی که پاکستان گرفته از بانک جهانی، بانک IMF و بعضی کشورها مثلا چین و غیره، ای تاثیر دار. و این سر افغانستان که علل دیگیره که گفتن همی بعضی از کسایی که در امر تبادلی دلار و سایر اسعار در سرای 16 سالای طولانی کار میکنند ایست که میگن طالبا در چند ماه اخیر تعرفه گمرکی یا تکس و مالی را بالای صادرات زغال سنگ پایین آورد، در حدود 10% 20% پایین آورد، که این سبب ازدیاد صادرات زغال سنگ شد که زیادترش به پاکستان میره، و این خود به خود سبب ازی شد که ارزش افغانی بالا بره و عاید زیاد نصیب تاجرای افغانی شد. دلیل دیگه هم که ارائه میکنن ایست که میگن در افغانستان بانک به صورت منظم هر هفته یک مقدار هنگفت دلار در حدود 14 میلیون، 15 میلیون، 16 میلیون دلار هر هفته لیلام میکنه، به صورت آزادانه لیلام میکنه، و این خود لیلام کردن از این سبب فشار بالای دلار میشه، چون دلار مقدارش به بازار زیاد میشه. خب میفهمین که از لحاظ اقتصادی وقتی که تقاضا با یک امتعه زیاد میشه قیمت بالا میره، نال تقاضا به افغانی زیاد میشه چون او لیلام میکنه در افغانستان بانک افغانی میخره از مردم، قیمت افغانی بالا میره در مقابل دلار. این هم گفته میشه. من چند وقت قبل یکی از مصاحبه های یکی از اقتصاددان های افغانستان شنیدم که در این ماری صحبت میکرد و او میخواست ایره بگوید که قیمت دلار پایین شده، اما فایده از چیست وقتی قیمت ها، قیمت مواد، قیمت مواد غذایی، قیمت اجناس همتر در بازار اگر پایین آمده نیاید خواهیچ این فایده ندارد. و می بسیاری کسایی که در صدای شانزادم رفتن مصاحبه ها را انجام دادن از امی شکایت داشتن، بسیاری از خبرنگارا به امی تشویش داشتن که آیا قیمت ها بالا قیمت ها تاثیر کرده یا نی. بعضی ها از امین مندوی یا بس سوال ها بسیار سوال کرده بودن، به این تصور برشان پیدا شده بود که قیمت ها بالای دارید، قیمت ها تاثیر زیاد نکرده. این البته امین تصور عامیانه از موضوع است. خوشبختانه ما ارقام در این مورد بسیار دقیق وجود داره.
اداره مرکزی که سابق احصائیه میگفتیم در افغانستان، حال به نام از اداره ملی احصائیه و معلومات در افغانستان چندین نشریه چاپ میکنه. این نشریه ها شامل ماهوار، هم ماهوار است، هم روبوار است، هم سالانه است. نشریه های ماهوار ازی مربوط به شاخص قیمت هاست، یعنی بالا رفتن و پایین رفتن قیمت ها را در مورد قیمت های مواد غذایی و قیمت های سایر مواد یعنی غیر غذایی را ای مثلا جداگانه و قلموار جمع میکنه و بازی را اندکس میسازه، یک شاخص میسازه ای را که در جهان به نام CPI معروف است یا Consumer Price Index. ای CPI نشر میکنه، هر ماه نشر میکنه، از ده ها سال به طرف است که نشر میکنه. ما به می ارقام از وبسایت اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در می دو روز گذشته دانلود کردم، جمع کردیم امی راپورا را و این راپورا را ما کوشش کردم که متحدل شکل بسازم در یک گراف که امی شکل برای ما نشان بده که تصویر قیمت ها در برابر بالا رفتن و پایین رفتن دلار نشان بده برام. این قسمی که ما به نتیجه رسیدم است که بالای همی پایین شدن دلار خوشبختانه بالای قیمت ها هم تاثیر کرده و شاخص قیمت ها یا CPI پایان آمده، بخصوص شاخص قیمت ها بعد از اینکه طالب ها به قدرت رسیدن. این در آگست سال 2021 ایش از او به زمان شروع به بالا رفتن کرد، از ای تا به تاریخ سپتامبر سال 2022 به اوج خود رسید، یعنی از 141.7 از شاخص 147.1 که می شاخص مواد غذایی است، شاخص مواد غذایی است، شاخص قیمت مواد غذایی است، ای از 141 به 171 بالا رفت و بعد از این ثابت موند و بالاخره ای از ماه مارچ 2023 یعنی امسال به این طرف شروع کرده به نزول و به پایین شده به حدود 158 که این همچنان مواد غیر غذایی هم شاخصش نزول کرده بعد از اینکه به اوج خود رسید در سپتامبر 2022 بازی سقوط کرده و این فعلا رسیده به شاخص عمومی. شاخص عمومی یعنی شامل مواد غذایی و غیر غذایی از 130 که در قبل از طالبان بود این رفته بود به 100 در حدود 150 ای نزول کرده، فعلا رسیده به حدود 141 پایین آمده. یعنی میخوایم این عرض کنم که ای فشار بالای دلار امریکایی و سایر اسعار، بالا رفتن قیمت افغانی سبب پایین شدن قیمت ها هم در بازار شده. چون یک مطلب رکی که زمی کسا در سرایش آزاده یاد کرد جالب بود، این که گفت که در گذشته می مردم در مندوی ها می رفتی در بازار چیز می خریدی می یا بوره یک چیز امیر بانه می کردن که قیمت دلار بسیار بالاست بر ما قیمت تمام می شه، می گه حالا این بانه ندارن، این بانه خراب شد خلاص شده، از این خاطر می خودشون یک تاثیر روحی هم داره. خب و با این پایین آمدن اتفاقا خود انفلاسیون در افغانستان پایین آمده. انفلاسیون، میزان انفلاسیون بسیار به صورت عالی پایین آمده. انفلاسیون یعنی تورم قیمت ها، در زبان دری او رو به نام تورم قیمت ها یاد میکنن. میزان انفلاسیون در اول
اپریل سال 2021 صفر بود. خب امیر، ما باید توضیح کنم که انفلاسیون چی است. یکی، خب ما شاخص قیمت داریم. شاخص قیمت ها را گفتیم که در قبل از به قدرت رسیدن طالبا این در حدود 130.8 بود. این شاخص قیمت هاست. اما این شاخص تغییر میکنه با گذشت زمان، با در این طول 2000 سال گذشته. وقتی که تغییر میکنه، این میزان بالا رفتن یا پایین رفتن این انفلاسیون میگن. خود بالایی قیمت انفلاسیون نیست. خدا کنه 500 افغانی یک دانه سیب باشه، ماه دیگه هم اگر 500 بود یا این انفلاسیون نیست. اما اگر 500 شد 600، این تفاوتی که از 500 به 600 میشه، این انفلاسیون میگن. ریت زیر حساب به حساب میکنن، یعنی میزان تغییر قیمت ها از یک دوره حساب دهی به دوره دیگه حساب دهی به نام انفلاسیون یاد میشه. به این حساب اگرچه قیمت ها بالا بود در زمان قبل از بخ قدرت رسیدن طالبا، یعنی از 100 اگر 100 می بود ما میگفتیم که شاخص بالا نرفته، شاخص قیمت ها، اما این رسیده بود به 130 در زمانی که طالبا به قدرت رسیدن. اما این حرکت سعودی قیمت ها میزان نرخ را که تغییر میکنه هفت ماه به ما اینه میره به نام انفلاسیون یاد میکنن. به طور مثال فعلا در امریکا انفلاسیون 8% است، در اروپا 12%، 10%، در آلمان، در انگلستان، در فرانسه، دیگه جا در روز 10-8-9 به موجود است. در افغانستان وقتی که طالبا به قدرت رسیده در 15 آگست 2021، این انفلاسیون از که قبل از طالبا در حدود در ماه اپریل صفر بود، یک دفعه خیزد در کابل زیادتر بالا شد. اول به حدود 5.2 بالا شد، یعنی 5.2% بگویم بالا شد انفلاسیون. ولی در دیگه مناطق افغانستان در مجموع در نظر بگیریم، این کمتر بود از کابل کرده، در روزی 4.8-4.7. اما این به تدریج این بالا به سرعت در بعد از به قدرت رسیدن طالبا این انفلاسیون شدیدتر شده میره و خیمتر شده میره و این به تا حدی میرسه که در ماه اول جولای 2022 در کابل انفلاسیون در حدود 15.3% و در کل افغانستان در حدود 18% انفلاسیون بالا میره. و خوشبختانه باید از او ای پایین میایه، به تدریج پایین میایه، که طوری که در ماه نوامبر 2022 ای به سطح 9% پایین میشه. از و تفاوت بین کابل و تمام افغانستان هم کم میشه، ای در حدود 9.7-9.8 پایین میفته فیصد، یعنی 9.7-9.8% انفلاسیون پایین میفته. ولی بعد از اون ایمی سیر نزولی انفلاسیون در افغانستان که ای سیر نزولی سرعت تغییر قیمت ها ادامه پیدا میکنه تا حدی که در ماه اول اپریل سال امسال 2023 ای صفر میشه و بعد از این منفی میشه و امروز ای در حدود -6 رسیده انفلاسیون در افغانستان، که یعنی
خب به ظاهر یعنی پایین شدن انفلاسیون یک امر خوب است، اما منفی شدن از او که امر نادرست است، امر است که بر اقتصاد ملی مملکت ضرر وارد میکنه. چون وقتی قیمت ها از انفلاسیون یا رشد بالا سودی قیمت ها از صفر پایین میشه، دیگه بالای تولید تاثیر میکنه، رجحان تولید کم میکنه، مردم علاقه نمی داشته باشن که تولید کنن وقتی که قیمت ها پایین شده میره. به این خاطر این رکود اقتصادی را امکان داره بار بره، پایین شدن قیمت های، پایین شدن انفلاسیون پایین زیر 6. یعنی این باید مقامات اقتصادی در افغانستان تا که میتونن کوشش کنن که پس انفلاسیون در حدود قابل قبول و ازو در، یعنی در حدود که 2%، 1%، 2%، 3%، این بسیار بر اقتصاد مفید است. معلت تشویق میشه 1%، 2%، این در تمام کشورهای پیشرفته دنیا دمی حدود است. اگر در بحران نباشند می وجود می باشند انفلاسیون. بنابراین می بینیم که پایین شدن قیمت دلار بالای انفلاسیون هم تاثیر کرده، بالای پایین شدن سیر نزولی قیمت ها هم تاثیر کرده. خب اگر خلاصه کنیم که پایین آمدن نرخ دلار چی فوایدی داره برای افغانستان و چی نواقص داره، و همچنان اگر خلاصه کنیم که چی عوامل سبب شد که پایین بیاید و اقدامات طالبان در این قسمت چی بوده، میتونیم عرض کنیم که اول من مفادش میگم که مفاد پایین آمدن دلار چی است برای افغانستان. اول خب میدانیم که افغانستان یک کشور وارداتی است، یک کشور مصرفی است، به این خاطر و این واردات افغانستان همش با استفاده از دلار امریکایی صورت میگیره، عمدتاً از با استفاده از دلار امریکایی صورت میگیره. ما آرد وارد میکنیم، گندم وارد میکنیم، چای وارد میکنیم، روغن نباتی وارد میکنیم، بوره وارد میکنیم، پترول و روغنیات وارد میکنیم، سمنت وارد میکنیم. این اقلام است که همروزه مردم ما استفاده میکنن. به این خاطر پایین شدن قیمت دلار این برای تاجران وارداتی ما اجازه میده که یا قدرت خریدشان بیشتر شوه، بیشتر با پول به اصطلاح با پول قبلی مقدار بیشتر وارد کنن، و وقتی که مقدار بیشتر وارد میکنن و ارزش از یام باقی پایین شده، بنابراین این قیمت هم در افغانستان پایین تر می باشه، یا ضرور نیستن که قیمت ها رو بالا کنن که از اون مفاد حاصل کنن. دومی که همچنان افغانستان تمام تجهیزات، وسایط، ماشینالات، وسایط ترانسپورتی و همه از این قبیل اقلام وارد میکنه، بنابراین پایین شدن قیمت دلار سبب میشه که تمام این واردات، این اقلام ارزان تمام شده برای مردم افغانستان. از طرف دیگه مثلا قیمت تکت‌های شرکت‌های هوایی برای مردم افغانستان ارزان میشه، کسی که خارج میرن با میتونن با افغانی خود دلار زیادتر بخرن، و این هم وقتی خارج میرن با قدرت خریدشون بیشتر میشه، یعنی پولی بیشتر در جیب خودشون میمونه. اما در این زمان ببینیم که نواقص پایین شدن دلار چیست. اول تمام اقلام صادراتی افغانستان قیمت میشه برای خریدارای خارجی، از این خاطر یک نقص داره. دوم قبلا هم عرض کردم پول را که افغانای خارج از کشور، افغانای در دیاسپورا با فامیلای خود، برای دوستای خود، خویشاوندان خود روان میکنن در افغانستان، یا ارزش کم میشه، قدرت وقتی تبدیل میشه به افغانی مقدار کمتر پول برای
و کسایی که انتظاری پول دارن میرسه. از این خاطر این به نقص مردم تمام میشه. این پول کمی هم نیست، بسیار زیاد پول افغانی، پول افغانهای ما از خارج به فامیلا و دوستا و اقارب خود ارسال میکنه. دوم، ارزش تولید قاچاق کوکناریا چون به دلار فروخته میشه، همی تریاک تولیدی در داخل افغانستان، و ایره ما گفتیم که در سال گذشته در میتول 2022-2023 ای به اندازه 1.3 میلیارد دلار آید داشته. این وقتی که به افغانی مبدل میشه این مقدارش کم میشه. بنابراین ما برمی تاجر ما که در این رشته فعال است و همچنان برای مخصوصا فامیلای زارعین ما که 30% زراعت افغانستان به می کشت کوکنار که در تولید تریاک میشه مجهول هستن، آواید از یا کم میشه. همچنان فراموش نکنیم که صرافای ما و سرمایه گذارای ما که با همی پولای دلاری بزنس میکنن، تجارت میکنن یا ضرر میکنن، با پایین آمدن قیمت دلار زرنگای هنگفت میکنن. خب در جمله اقداماتی که صورت گرفته که سبب پایین شدن قیمت دلار شده، چند مطلب دیگر هم میتونیم اضافه کنیم. اول که قبلا گفتیم که مقامات طالبان و مقامات بانک دی افغانستان بانک هر هفته یا هر ماه به مقدار هنگفت دلار لیلام میکنن. این خودش سبب ارزی بیشتر دلار در بازار میشه و ارزش افغانی رو بالا میبره، قیمت دلار پایین میشه. همچنان طالبان در اواخر مقدار پول را که مسافرین افغان به خارج با خود میبرن کم کردن و این مردم کمتر اجازه دارن پول با خود خارج کنن از افغانستان. این سبب شده که مقدار که دلاری که از افغانستان خارج میشه کم شده، مزید شده. همچنان مقدار دلاری که قاچاق میشه از افغانستان مخصوصا به پاکستان و ایران اینجا این کم شده. وی خودش سبب از این میشه که دلار در افغانستان بانه. وقتی که دلار را در افغانستان میبانه مقدار دلار زیاد میباشه و این فروخته نمیشه و این سبب تنزیل قیمت دلار میشه. و خب در قسمت موضوع مهم دیگه هم ایسته که طالبان پروژه های بسیار بزرگ روی کار گرفتن. این پروژه هایی در زمان جمهوریت تعداد یا گذاشته شده بود اما یا تطبیق نشده بود یا در حالت عاطل قرار داشت، یا شروع کردن از جمله راه‌سازی مثلا سرک کابل جلال آباد، سرک کابل قندهار، سرک چهارراه سالنگ، یا زیر ترمیم هستن، از سر قیل میشن، از سر کنکریت مثلا چهارراه سالنگ در قسمت های بالایی که تونل یاستن این همه کنکریت میشه و این بسیار زیاد نفره و کار انداخته. همچنان در مربوطات شاروالی کابل و دیگر شاروالی ها سرک های زیادی زیر ساختمان است، مردم زیادی به کار افتاده. همچنان ما پروژه های سرکسازی در تمام افغانستان از توسط در این زمان جریان داره، از جمله یک سرک است در واخان به طرف سرحد چین امتداد داره که این سرش کار میکنن. سرک های ولسوالی ها زیر کار است و در همچنان در بعد شاروالی های دیگه ولایت ها هم اقدامات سرکسازی و قیلیزی و یا ادامه داره که این سبب از این میشه که مردم زیاد به کار پیدا کنن، عاید پیدا کنن، دسترسی به بازار بیشتر میشه، این به نفع اقتصاد افغانستان تمام شده. و مهمتری که طالبا پروژی بسیار بزرگ کانال خوشتیپه را روی دست گرفتن و یک صد چند کیلومتر زیر وقت ساختن و این امیدواری های بسیار زیادی را بین جامعه در افغانستان ایجاد کرده. از یک طرف کارش با اشتغال برای هزاران نفر مایه اثر ساخته، همچنان شرکت های بزرگ ساختمانی افغانستان در این مصروف شدن با هزاران هزار وسیله و نقلیه و اکسکواتر و غیره مصروف کندن هستن و سرکسازی هستن و
ای همچنان امیدواری زیادی را برای مردم در قسمت ای که صاحب زمین میشن در آینده در کانال ساحه سبز کانال خوشتیپه و به روز و روزگاری میرسن. این خودش سبب از این میشه که ما این امید یک مشوق خوب در فعالیت های اقتصادی مملکت بوده میتونه و سبب تشویق فعالیت اقتصادی شده. همچنان ما میبینیم که بعضی پروژه هایی که قبلا زیر کار بود حال شروع به بهره برداری که مثلا خط ترانزیتی که از کاشغر تا به حیرتان بود و خط ترن و یا از طرف چینایا فعال شده و ما وصل شدیم با چین از طریق حیرتان و کاشغر. و یک موضوع بسیار مهم دیگه است که طالبا با چینایا برزش چند میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار یا پروژه تفاوسات و تولید نفت و گاز در شمال افغانستان امضا کردن که خود یک مشوق بزرگ در امر فعالیت های اقتصادی در افغانستان است و امید برای بهبود شرایط اقتصادی در افغانستان برای آینده فراهم کرده. در عین زمان طالبا با از وقتی که مشکلات ترانزیتی با پاکستان خلق شده و پاکستان در این آخر بسیار موانع زیاد در مورد ترانزیت مواد به افغانستان ایجاد کردن، بسیار اقلام وارداتی افغانستان ممنوع کردن که از طریق خاک پاکستان به افغانستان وارد نشه. بعد از این ملابراده رفت با ایران و بنده از بندر چابهار دیدن کرد و چندین قرارداد با ایرانی ها امضا کردن. این خود به خود امیدواری اضافه کرده که ما بتانیم از بنادر مختلف دیگر به عوض بنادر پاکستانی استفاده کنیم برای واردات در افغانستان. و در این زمان خط آهن خواف به هرات افتتاح شد و این بسیار سبب بهبود ترانزیت بین افغانستان و ایران میشه. در عین زمان چندین پروژه پروسس میوه‌جات در افغانستان مانند بانجان رومی از رب میسازن و همچنان دیگر میوه‌جات کنزرو میکنن و قطعی بندی میکنن. ای در افغانستان و جوس میسازن از بسیاری میوه‌جات. ای در افغانستان در ولایات مختلف افتتاح شده. ای خودش از یک طرف تولید بالا میبره، از یک طرف هم به کمک میکنه به کمبود بیکاری و ای کمک میکنه به افزایش آی در افغانستان. تمام اقدامات سبب از این شده که افغانستان از امیدواری ها برای یک اقتصاد بهتر در آینده بیشتر شد. البته فراموش نکنیم که طالبا در این زمانی که با حاکمیت خود یک حاکمیت انحصاری ایجاد کردن که بسیاری مردم افغانستان از سهمگیری در دولت و در حتی اداره ملکی دولت ما اگر بخش سیاسیش یک طرف بانیم محروم شدن و تا جایی که من خبر دارم تا درجه مدیر هم یا به ملا دادن و برای کسایی که در همراهشان نزدیک هستند این بستار تقسیم کردن. از یک طرف، از طرف دیگر نیم جامعه ما را که زن را باشد دختر را باشد از حق کار، تحصیل، از حق فعالیت های اجتماعی محروم ساختن و تمام مردم افغانستان از حقوق سیاسی و مدنی مجازشان که در تحت قانون اساسی جمهوریت بود محروم ساختن. که این ما سبب میشه که نزد مردم افغانستان مشروعیت ای حاکمیت طالبا را زیر سوال ببره و تا زمانی که طالبا نتانن مردم افغانستان سهم بسازن در اداره امور خود، در اداره دولت افغانستان یا مشروعیت سیاسی داخلی کسب کرده نمیتونن. به میخاطر جامعه جهانی هم تا حال طالبا را به رسمیت نشناخت. بنابر دوست عزیز بیندایی بسار عزیز با این تحلیل ها من میخواستم اینه بگویم که عوامل مختلف سبب از این شده که در افغانستان با وجود که بیکاریست، با وجود که روزگار خوب نیست، فقر بیداد میکنه، اما باز هم
مدارک مختلفی، راه های مختلفی وجود داره که آید به این مملکت تراکم میکنه، جمع میشه و ای در بازار منعکس میشه، در قیمت ها منعکس میشه، در قیمت افغانی منعکس میشه، در مقابل اسعار دیگه. و امی معمایی را که چرا قیمت افغانی بالا رفته در مقابل اسعار خارجی، یا معمایی را که چرا دلار در مقابل افغانی پایین افتاده، این را بینی توضیح میکنه. ما میفهمیم که چرا دلار امریکایی تقلیل کرده. یکی از مصاحبه‌های بعضی از استادای اقتصاد شنیدیم در بعضی رسانه ها که میگفتن که به ارتباط دلار از خاطر پایین شده که فشار درصد جانی بالای دلار در از طرف کشورهای بریکس است، یا از طرف ازی که دی دلاریزیشن پروسس دوام داره، ادامه داره. اما نخیر، ای اگر دوام داشته باشه باید در پاکستان هم دلار بانشه، برای پاکستان نفوسش 230 میلیون نفر است و مقدار دلاری که اونجا بانه بالا میشه و مراتب بیشتر از افغانستان است. نه اینجا نمیتونه شده که یک بام دوام هوا باشه. در او مسائل جهانی ما نباید در تحلیل ای که وضع اقتصادی افغانستان چه قسم است، قیمت ها چرا چی تغییر کرده، قیمت نرخ دلار چی تغییر کرده، وارد داخل بسازیم. و تاثیر در افغانستان ندارن. اقتصاد افغانستان کوچکتر از اوست که تغییرات نوسانهای دلار در نرخ جهانی بالای از این تاثیر کرده. چون در افغانستان فعلا دلار بسیار پرایم چیز است، دلار امریکایی همو سیر اصلی است، ریزرف است. یوان چانی هنوز معرفی نشده، سیار مقدارش کم است. تبادلات همش با دلار، یعنی تبادلات تجارت خارجی افغانستان همش با دلار صورت میگیره، دلار امریکایی صورت میگیره. یک مقدار کم البته با کلدار پاکستانی و کلدار هندی و یا ریال ایرانی صورت میگیره، اما زیادتر در او هم همی دلار دخیل است. چون این کشورهای همسایه به دلاری که در افغانستان تو بالا میشه ضرورت دارن. به این خاطر ای باز هم دلار از این خاطر اینجا اهمیت بسزایی در منطقه این بخص دلار که در افغانستان است داره. امیدوار هستم توضیحاتی که داده شد در موضوع کمی روشنی انداخته باشه. اگر کام سوال باشه، اگر کام سوال داشته باشه، لطفا در امی کامنت ها نوشته کنین. من اگر قادر شوم یا بتانم براتون جواب میدم. تشکر. لطفاً به چینل ما مشترک شوید.